الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهاية گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. در قسمت گذشته این برنامه، برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی شروع کردم خدمت شما دوستان عزیز با احادیثی که بیان کننده آداب قضای حاجت بود و گفتم که دین اسلام چون یک دین شامل و کامل است، دین است که الله متعال در شأن از او در حجة الوداع فرمود اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كالله متعال بما مسلمانها بإتمام إكمال الدين إحسان قزشت ودين اسكي أزو الله متعال بسبغة ورنج زندگي تعبير مكنت وميقويت كسبغة الله ومن أحسن من الله سبغة. لذا دين إسلام در برقنندي هم جوانب زندگي إنساني مسلمان است، هیچ جانبی از جانب زندگی از او نیست مگر اینکه در او حکمی از احکامی از طرف الله متعال یا از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما بیان شده. از آن جمله قضای حاجت است که جایی که انسان به بیت الخلا میره، به خلوت میره، در آنجا هم شریعت اسلامی برای ما احکام و آدابی را بیان کرده که وقتی که ما به خلوت میریم، به بیت الخلا میریم، به خاطر قضای حاجت خود میریم، باید چی آداب و احکامی را مراعات کنیم. که در قسمتی گذشته این برنامه گفتن که از جمله احکام و آدابی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این مورد در احادیث گرانبهای خیش به ما بیان کرده، یکی این است که باید وقتی که داخل میشیم به پای راست خود داخل شویم و همچنین وقتی که داخل میشیم دعایی که وارد است او را بخوانیم و همچنین وقتی که از بیت الخلا که بیرون میشیم دعایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما وارد شده او را بخوانیم و همچنین وقتی که داخل بیت الخلا میشیم به خاطر قضای حاجت میریم با خود چیزی را نبریم که در او نام مبارک الله متعال بوده باشه، ذکر الله در او بوده باشه، و همچنین وقتی که برای قضای حاجت مینشینیم باید از سخن گفتن بپرهیزیم. این آدابی بود که در درس گذشته خدمت شما در پرتو احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردم و ان شاء الله در این قسمت برنامه هم عده ای از احکام و آداب قضای حاجت را در پرتو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما خدمت شما تقدیم میکنم تا که مورد قبول درگاه الله متعال قرار گرفته خداوند ما را توسط احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هدایت کنه که ما راهیاب شویم و در تمام امور زندگی خود قدم به قدم به احکامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرده راه برویم. از جمله این آداب دوستان عزیز این است که انسان باید در جاهایی که منع شده از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی مسلمان ها را از قضای حاجت در جاهای معینی منع کرده، باید در او جاها انسان مسلمان آداب اسلامی را مراعات کرده در اونجا قضای حاجت نکنه. در این مورد احادیث متعددی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده، از آن جمله حدیث است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اتق اللعانین الذی یتخلا فی طریق الناس و ظلهم او ظلهم.
راوی این حدیث صحابی جلیل قدر حضرت ابو هریره رضی الله عنه است که روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا اللعانین، شما بپرهیزین از آن دو چیزی که سبب لعنت و نفرین مردم برای شما قرار میگیره، آن دو چیزی که سبب میشه که مردم شما را نفرین بکنن، از آن دو چیز شما بپرهیزین. اول است که الذی یتخلى فی طریق الناس، کسی که قضای حاجت خود را در راه عام مردم میکنه، راهی که مردم عامتا در او را راه میروند، در آنجا در وسط آن را یا در کنار آن را قضای حاجت میکنه. و او ظلهم، دوم کسی که در سایه هایی که مردم در آنجا می نشینن در آن سایه ها رفته قضای حاجت میکنه. این دو جای، وقتی که انسان در این دو جای قضای حاجت میکنه، در راه رای مردم و همچنین در سایه هایی که مردم در آنجا می نشینه قضای حاجت میکنه، این سبب میشه برای اینکه مسلمان ها، انسان هایی که در آن راه می روند یا در آن سایه آمده می شینن، او را لعنت کنن و اون را نفرین کنن، و به خاطر که سبب شده که انسان ها اذیت شوند، بدبوی شوند و کالای از اونها بنماز شوه و چتل شوه، و وقتی که مسلمان ها این شخص را لعنت و نفرین میکنن، این شخص موردی ملعون قرار میگیره، موردی لعنت الله متعال قرار میگیره. این حدیث را دوستان عزیز امام مسلم روایت میکنه، و در یک روایت دیگری آمده که صحابه پرسیدن که و من لعانان یا رسول الله، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اتق اللعانین، صحابه کرام پرسیدن و من لعانان یا رسول الله، آن دو چیزی که سبب ازی قرار میگیره که انسان منفور شوه، انسان را دیگر مسلمان ها نفرت کنن، از او برای از او لعن بفرستن، نفرین بفرستن، آن دو چیز چیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الذی یتخلى فی طریق الناس او ظلهم. مراد از ظل دوستان عزیز هر سایه نیست، بلکه سایه که چون در روایت دیگر امام احمد روایت میکنه که او ظل یستظل به، آن سایه که مردم او را به خاطر سایه از او می نشینن، در کنار سایه از او می نشینن، یعنی سایه درخت است که مردم عادت دارن آمده زیر درخت می شینن، سایه دیوار است که مردم عادت دارن که زیر در کنار دیوار به خاطر سایه از او می نشینن. اما سایه مثلا کوه است در دشت و بیابان، سایه درخت است در دشت و بیابان که مردم اونجا نامده نمی نشینن، یا سایه چیزی دیگر است، در او صورت میتونه که انسان در اونجا قضای حاجت خود را انجام بده. اما سایه که مردم عادت دارن که آمده می نشینن در زیر از او، در اونجا جواز نداره که قضای حاجت کرده شوه. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود از حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن اتقوا الملاعین الثلاث، شما از آن سه چیزی که مورد لعنت و نفرین قرار میگیرد، از آن سه چیز بپرهیزین، آن سه چیزی که شما را ملعون قرار میده، شما سبب این میشه که مردم شما را لعنت و نفرین بکنه، از آن سه چیز بپرهیزین. اولا البراز فی الموارد، پیشاب کلان انجام دادن در موارد، موارد جمع مورد، مورد آن جاهایی را گفته میشه که در کنار چشمه یا در کنار رودها تخصیص داده شده برای گرفتن آب، جاهای مخصصی در کنار رود یا در کنار چشمه قرار داشته که آمده از اونجا مردم آب میگیرن، آن را موارد میگه. در آنجا کسی پیشاب میکنه، مردمی که آمده از اونجا آب میگیرن، او را لعنت و نفرین میکنن و منفور و ملعون قرار میگیره. و دوم و قارعت الطریق، کسایی که در راهی های عام پیشاب میکنن، قارعه من قرع النعل، یعنی کسی که پای خود را کوبیده از راه میره، راهی که در او پا کوبیده رفته میشه، این راه عام است، مردم رفت آمد میکنن، در آن راه هم کسی که پیشاب میگیره او شخص منفور و ملعون است. او الظل، و سوم کسی که در سایه، گفتم که قبل مثل حدیث قبلی که کسی که در سایبان های مردم، در جایی که سایه هایی که مردم در آنجا می نشینن، در آنجا پیشاب میکنه، پیشاب بزرگ کلان خود را انجام میده، در او شخص مورد لعنت قرار میگیره و مورد نفرین مردم قرار میگیره. این حدیث را، حدیث دومی، حدیث معاذ بن جبل را گفتم که امام ابو داود و همچنین امام ابن ماجه روایت میکنن. و این هر دو حدیث دوستان عزیز اولا دلالت به این میکنه که انسان جواز نداره که در جاهای عام، در جاهایی که مردم در اونجا رفت و آمد دارن، و در اونجا پیشاب بکنه، و همچنین دلالت به این میکنه که ایذای مسلمان، انسان مسلمان، اذیتی از او حرام و ناجایز است.
و چون کسی که در جاهای عام مردم پیشاب میکنه مورد اذیت مسلمان ها قرار میگیره، اونجاها را بدبوی میکنه و همچنین کسایی که در اونجا رفت آمد میکنن شاید کلاهشون بی‌نماز شوه. به هر حال وقتی که مورد اذیت مسلمان ها قرار میگیره، اذیت مسلمان حرام است، این کار هم حرام است. و همچنین حدیث دلالت به این میکنه که لعن در اصل نفرین کردن مسلمان حرام و ناجایز است، لیکن وقتی که یک انسان موزی قرار میگیره نفس خود را، یعنی مورد اذیت قرار میگیره، اینکه مسلمان ها را اذیت میکنه با کارهای خود، در صورت برای مسلمان ها جواز است که او را لعن و نفرین کنند. چون وقتی که یک انسان در جاهای پیشاب میکنه که در آنجا مردم رفت و آمد داره، راه عام مردم است، مردم در آنجا عادت نشستن در آمد میشینن، یا جاهایی است که دروازه مسجد است، یا این جایی است که برای آب گرفتن مردم میره و میآید، این جاهای عام است که مردم رفت و آمد میکنه، و وقتی که سبب اذیت مردم میشه این شخص، برای مردم جواز است که او را لعن بکنن و با او نفرین بفرستن. چون در حدیث دیگری که امام تبارانی روایت میکنه از صحابی جلیل قدر حذیفه بن اسید، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن: من آذى المسلمین فی طریقهم وجبت علیه لعنتهم. کسی که مسلمان ها را در راه هایشون اذیت میکنه و اذیت های مختلف در راه از اونها، مثلا پیشاب میکنه، راه از اونها را بند میندازه و به طرق مختلفی در راه ها اونها را اذیت میکنه، وجبت علیه لعنتهم، لعنت ایشان بر آن لازم شده، وقتی که آنها لازم است که آنها او را لعنت بکنن و او نفرین بفرستن تا که او ملعون قرار بگیره، مورد لعنت الله متعال قرار بگیره. و دوستان عزیز، احادیث متعدد در این مورد آمده که خلاصهش تقریبا علما پنج یا شش اماکن را ذکر میکنن که در آنجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کردن پیشاب منع کرده، که از آن جمله گفتیم که قارعه الطریق است، یعنی راه رفت مردم، و همچنین در سایبان سایه های مردم، جاهایی که سایه هایی که مردم در آنجا می نشینند، و همچنین موارد، جاهایی که مردم از اونجا آب می گیرند، کنار چشمه یا کنار رود. و همچنین در حدیث دیگری آمده نقع الماء، آبی که در اثر باران جمع شده، آب کوچکی جمع شده، مردم از او استفاده میکنن، داخل از او هم پیشاب کردن از جمله جاهایی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعن کرده آن را. و همچنین حدیث دیگری آمده که در او ذکر اشجار المسمره آمده، زیر درختای میوه‌دار، درختایی که میوه میگیره، مردم خاطر چیدن میوه از او صاحب شده، کسا میآیند در زیر از او هم پیشاب کردن منع آمده. و همچنین در حدیث دیگری آمده که جانب نهر، در پهلوی، در کنار رود، دریا هم پیشاب کردن ناجایز است. و در احادیث هم ذکری از ابواب مساجد آمده که در کنار ابواب مساجد، دروازه های مساجد، چون مساجد جایی است که مردم در اونجا رفت، مسلمان ها در اونجا رفت آمد میکنن، در این جاها پیشاب کردن ممنوع ناجایز است، چون سبب میشه که مسلمان ها او را لعن و نفرین کنن و مورد لعن مسلمان ها قرار بگیره، که در نتیجه انسانی ملعون از طرف الله متعال، از طرف الله متعال لعن شوه. و با دیدن میانه برنامه کوتاه، دوستان عزیز، دوباره خدمت شما هستیم با احادیث دیگری از احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. در این مورد با ما باشید. الزمان بغير اعتبار، رويدك أبصر من الغفلة، ولا تك يوما مع السادرين، وتحيا بعيدا عن السنة. الله أكبر. بچه ها نماز،
اعتذر أخي من الزلة. ولا تسترح للهوى برهة. ام فروه رضی الله عنها روایت می کند که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیده شد کدامین عمل بهتر است؟ فرمودند برپا داشتن نماز در اول وقتش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دوستان عزیز، در قسمت اول برنامه خدمت شما دوستان عزیز احادیثی را بیان کردم که از جمله آداب قضای حاجت این است که انسان باید در جاهای عام، در جاهایی که دوجا رفت آمدی مردم است، نشستی مردم است، پیشاب نکنه، قضای حاجت نکنه. و همچنین از جمله آدابی که در احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده این است که در وقت پیشاب کردن انسان باید روی خود را یا پشت خود را به طرف قبله نکند، نه روی خود را در وقت پیشاب کردن متوجه قبله کنه و نه پشت خود را. در این مورد هم احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. از آن جمله حدیثی است که امام مسلم از صحابی جلیل قدر سلمان فارسی روایت میکنه. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایند لقد نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي بروث برجيع او عظم. راوی حدیث دوستان عزیز صحابی جلیل قدر سلمان فارسی که به نام سلمان خیر مشهور بود و کنیهشان ابو عبدالله بود و از جمله اهل فارس، از باشندگان اصفهان فارس بود. و قصه اسلام این صحابی جلیل قدر در کتابهای تاریخ و سیرت مشهور است که به نام باحث عن الحق مشهور بودن، کسی که یگانه کسی که در بحث حق کوشش و تلاش زیادی انجام دادن تا که به حق رسیدن. آنها از یک خانواده ثروتمند در اصفهان زندگی میکردن که پدرشان آتش پرست مجوسی بود و یکی از روزها از یکی از راه های اصفهان میگذشت، دید که مردم داخل یک صومعه میشوند، عبادتگاه نصارا میشوند. داخلی از او شد، عبادت نصارا او را خوش آمد و بعد از او به دین نصارا پیوست و از اصفهان فرار کرد به بلاد شام. در آنجا با یکی از راهبه های نصرانی سر خورد که مدتی با او یک جای بود تا که او وفات کرد و او سلمان فارسی را به راهب دیگری در شهر دیگری وصیت کرد که اونجا برود. و بعد از وفات این راهب پیش راهب دیگری رفت و همچنین با او بود تا که او را وصیت کرد که پیش راهب دیگری بعد از وفات از او برود. و بعد از وفات از او پیش راهب دیگری رفت. وقتی که او راهب وقتی وفاتش آمد گفت که من را بعد از خود به چی وصیت میکنی که من کجا بروم؟ گفت که در این دنیا آدمی نیکی نمانده، فقط لیکن زمانی آن پیغمبری آمده که پیغمبری موعودی آمده که الله متعال در تورات و انجیل وعده از او را به ما داده که در بلاد حجاز مبعوث به پیغمبری میشه و به شهری که شهر نخل است، شهر خرماهاست، بین درختهای خرماست، به اون شهر هجرت میکنه که نامش یثرب است. تو به اونجا برو، به اون شهر برو بعد از وفات ما و هر وقتی که او پیغمبر به اونجا هجرت کرد به او ایمان بیار. این بود که سلمان فارسی با یک مجموعه از تجار حرکت میکنن به طرف حجاز و در راه این مجموعه با او غدر میکنن و او را من حیث غلام با شخص یهودی میفروشن و این شخص یهودی را میارد در مدینه و در خدمت این شخص یهودی مشغول میباشد تا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت میکنه. و علائمی که اون راهب یهودی یا راهب نصرانی برای از او گفته بود و علائم را تجربه میکنه در پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعضی که تجربه میکنه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان میاره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را با مکاتبه از مولایش خلاص میکنه و در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در خدمت اسلام بودن و در جنگ هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادن بعد از شرکت میکنن. و در زمان حضرت عمر بن الخطاب، از امیرالمومنین عمر بن الخطاب ایشان را والی مدائن، شهر مدائن تعیین میکنه
و از جمله صحابی ها بودن که بسیار زیاد عمر خوردن. در بعضی روایت ها میگه که تقریبا 250 سال عمر خوردن که نهایتا در سال 50 هجری در مدینه منوره وفات میکنن. این صحابی جلیل قدر این حدیث را روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شخصی از ایشان پرسید، از سلمان فارسی پرسید، بسیار به تعجب پرسید، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یعنی پیغمبر شما برای شما تمام امور زندگی را برای شما یاد داده، حتی اینکه رفتن به بیت الخلا را هم برای شما یاد داده. حضرت سلمان فارسی فرمود بله این چنین است، لقد نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستقبل القبلة بغائتنا او بول، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما را از این منع کرده که ما در وقت بول و غائت، در وقت انجام دادن پیشاب بزرگ یا کوچک رو به قبله باشیم، او ان نستنجی بالیمین، و همچنین ما را از این منع کرده که ما به دست راست خود استنجا بکنیم، و او ان نستنجی باقل من ثلاثه احجار، و همچنین ما را از این منع کرده که کمتر از 3 سنگ ما استنجا کنیم. وقتی که استنجا میکنیم باید با 3 اقلا با 3 سنگ استنجا کنیم، خود را پاک کنیم، او ان نستنجی برجیع او عظم، و همچنین ما را از این منع کرده که ما با پاروی حیوانات یا با استخوان استنجا کنیم. این حدیث را امام مسلم روایت میکند و این حدیث دلالت به این میکند که استقبال قبله حرام و ناجایز است، و مراد از اینجا قبله کعبه شریف است، چون در حدیث دیگری که امام حضرت ابو ایوب انصاری روایت میکنه در اونجا تصریح آمده که ایشان میفرمایند فوجدنا المراحد قد بنيت نحو الكعبه، ما وقتی که به بلاد شام سفر کردیم ما دیدیم که مراحل آنها، بیت الخلاهای آنها به طرف کعبه شریف بنا شده بود. فننحرف و نستغفر الله، و ما خود را کج میکردیم در وقت قضای حاجت و از الله متعال طلب استغفار و آمرزش میخواستیم. و این حدیث سلمان فارسی دلالت میکنه به اینکه استقبال قبله حرام و ناجایز است. میگه که لقد نهانا، چون نهی برای عزیز که حرام است، لقد نهانا رسول ان نستقبل القبله، يعني استقبال قبله حرام و ناجایز است، و اما استدبارش یعنی پشت خود را به طرف قبله کردن، این هم در حدیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. همچنان حدیث ابو هريره رضی الله عنه روایت میکنه، هم در صحیح مسلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها، وقتی که یکی از شما برای قضای حاجت خود می نشینه نه خود روی خود را طرف قبله بکنه و نه پشت خود را طرف قبله بکنه. اما اینکه دوستان عزیز در مورد از اینکه آیا استقبال قبله و استدبار از او، روی خود را طرف قبله کردن، پشت خود را طرف قبله کردن چه حکمی داره، آیا حرام است یا مکروه است یا مباح است، در این مورد علما به چند قول اختلاف کردن. قول اول هم است که این امر امر مکروه است، تحریم نیست، مکروه تنزیهی است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه احادیث دیگری آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به طرف قبله قضای حاجت نمودن. از آن جمله حدیثی از ابن عمر رضی الله عنه روایت میشه، حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم رو روایت میکنند که حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمودند راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا الكعبه. حضرت ابن عمر رضی الله عنهم میفرمایند که من پیامبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که قضای حاجت خود را انجام میدادند در حالی که رویشان به طرف قبله بود و پشتشان به طرف رویشان به طرف بیت المقدس بود و پشتشان به طرف کعبه بود. و همچنین حدیث دیگری امام احمد از جابر بن عبدالله روایت میکنه که ایشان فرمودند رأیته قبل موته بعام مستقبل القبله، و پیامبر خدا را قبل از وفاتشان، یک سال قبل از وفاتشان دیدم که قضای حاجت میکردن در حالی که رویشون به طرف قبله بود. اینها گفتن که این احادیث دلالت به این میکنه که نهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکروهی بده، از باب مکروه بده، این کار استقبال قبله مکروه است، اما در وقت عذر باشه یا در احیانا جواز داره، چون در اینجا فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای عزیز که جواز داره. این قول روایتی در مذهب ابو حنیفه و روایتی در مذهب امام احمد رحمهم الله است، و همچنین ابو ایوب انصاری از جمله صحابه قائل به این قول بودن. قول دوم این از دوستان عزیز که این کار حرام است، این نهی که در این حدیث آمده نهی تحریمی است و برای تحریم است، و استقبال قبله
روی را به طرف قبله کردن در وقت قضای حاجت یا پشت خود را به طرف قبله کردن حرام است. اما حدیثی که قبلا نقل شد، حدیث ابن عمر و حدیث جابر بن عبدالله، این حدیث گفتن که خاص به پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و روی عذری بوده و فعلی که خاص به پیامبر و به خاطر کدام عذری بوده باشه معارض با قول پیامبر صلی الله علیه وسلم، با نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست و نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از باب تحریم است. و اما فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر حمل به عذر میشه که به خاطر عذر این کار را انجام دادن. و این قول از علمای زیادی نقل شده، از جمله امام مجاهد و امام نخعی و امام ثوری و همچنین امام اوزاعی و عبدالله بن مسعود و حضرت ابو هریره. قول سوم دوستان عزیز این است که این کار مباح است، یعنی اشکالی نداره کسی که روی خود را طرف قبله بکنه یا پشت خود را، چون گفتن که حدیث سلمان فارسی و حدیث ابو هریره اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل قبل يستدبرها، این حدیث منسوخ است به حدیث جابر بن عبدالله، چون در حدیث جابر بن عبدالله آمده رأيته قبل موته بعام، این دلالت به این میکنه این حدیث متأخر بوده و پیغمبر صلی الله علیه و آله در ابتدا منع کردن و بعد از او جواز دادن و این کار جواز داره. و این قول هم روایت از داوود ظاهری و همچنین از جمله تابعین عروه بن زبیر از اینها نقل شده. و قول چهارم قول جمهور علما، اکثر علما است، اکثر علما قائل به این هستند که وقتی که انسان در داخل بنا بوده باشه، در داخل قریه و شهر بوده باشه، جایی بوده باشه که حمامات خاص، یعنی بنا داخل مبنا بوده باشه، داخل ساختمان بوده باشه، در اون صورت این کار جواز داره. اگر کسی که رو به طرف قبله میکنه جواز داره، نظر به حدیث جابر بن عبدالله و همچنین حدیث ابن عمر که قبلا ذکر کردیم. و اما وقتی که انسان در صحرا بوده باشه، در جای خالی بوده باشه، در دشت و بیابان بوده باشه، در وقت قضای حاجت میکنه، روی به طرف قبله کردن یا پشت به طرف قبله کردن جواز نداره، نظر به حدیث سلمان فارسی و نظر به حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه. و همچنین دلیل گرفتن به حدیثی که از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده، امام ابو داود را روایت میکنه که حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمودند انما نهی عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يترك فلا باس به، از این کار منع شده وقتی که تو در فضا بوده باشی، در جاهای خالی بوده باشی، در دشت و بیابان بوده باشی، اما در وقتی که در بین تو و در بین قبله حائل بوده باشه، در اون صورت باک و پروایی نداره. و اقوال دیگر دوستان عزیز هم در این مورد نقل شده که از جمله اون اقوال بعضی ها گفتن که استقبال جواز نداره و استدبار جواز داره، لیکن قول ضعیف است، چون در حدیث هم نهی از استقبال آمده و هم نهی از استدبار آمده. و عده از علما گفتن که نهی خاص به اهل مدینه است، در اهل مدینه جواز نداره اما دیگر شهرها جواز داره، و این هم قول ظاهرا ضعیف و بی اساس است، چون نهی پیغمبر صلی الله علیه و آله برای تمام امت است، نه برای قوم و قبیله و قریه و شهر خاصی. اما رأی راجح ان شاء الله قول جمهور علما است، و امام صنعانی و امام شعبی و امام شوکانی اکثر علما محققین این قول ترجیح دادن، و که انسان وقتی که در صحرا و در دشت و بیابان باشه استقبال قبله و استدباری از او حرام و ناجایز است، وقتی که در شهر بوده باشه باکی نداره، لیکن افضل و بهتر است که باید به طرف قبله نبوده باشه. و سبب از این را امام شعبی رحمت الله علیه ذکر میکنه، میگه سبب از این است که دشت و بیابان همیشه پر از ملائک و جنیات است که عبادت خداوند انجام میتن، همچنان که در بعضی روایت ها آمده که یک شبر هم از اینها خالی نیست، همیشه در هر موقع و جای استاد هستند ملائک های خداوند، جنه های مسلمان که عبادت خدا را انجام میتن وقتی که رو به قبله هستند. وقتی که انسان در دشت و بیابان عبادت خدا را میکنه، نماز میخوانه، وقتی که در دشت و بیابان قضای حاجت میکنه، چشمی از این ملائکه ها یا جنیات که عبادت خدا را میکنه به عورتی از این میخوره و این سبب اذیتی از اونها میشه، و همچنین سبب از این میشه که موقعی را ترک کنن، از اونجا برون. و لذا در دشت و بیابان رو به قبله کردن در یا پشت به قبله کردن در وقت حاجت جواز نیست. و اما در دشت در خانه وقتی که در جای خاصی که برای قضای حاجت جور شده، در اونجا چون عبادت خدا درست نیست، ملائکه ها یا جنیات به خاطر عبادت در اونجا داخل نمیشن، لذا در اونجا اشکال و باکی نداره. و همچنین احکام دیگری از این حدیث
سلمان فارسی استنباط میکنیم و او علما استنباط کردن یا دلالت به او میکنه است که استنجا به دست راست جواز نداره و استنجا باید به سه سنگ یا آنچه که مشابه از او به او بوده باشه و همچنین استنجا به استخوان و همچنین به پارو جواز نداره که این مسائل را هم در درس های آینده انشاءالله مفصلا ذکر میکنیم و همچنین از جمله حدیثی که در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده حدیثی است که حضرت ابو ایوب انصاری روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وقتی که شما به خاطر قضای حاجت خود بیرون میشین، وقتی که شروع به قضای حاجت میکنین، فلا تستقبلوا القبلة، نه رویتون را به طرف قبله کنین، ولا تدبروها، و نه پشتتون را به طرف قبله کنین، ولكن شرقوا او غربوا، ولكن طرف شرق و غرب بنشینین. چون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را در مدینه منوره گفته و قبله مدینه منوره طرف جنوب است. وقتی که انسان طرف قبله روی خود را طرف قبله میکنه، روی خود را طرف جنوب میکنه و پشت خود را طرف شمال میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرق و غرب، شما طرف شرق و غرب روی خود را بکنین، یا طرف شرق و یا طرف غرب. چون اگر طرف جنوب کردی روی طرف قبله میشه در مدینه منوره البته، و اما اگر طرف شمال کردی پشت طرف قبله میشه. راوی این حدیث ابو ایوب انصاری که نامشان خالد بن زید ابن کلیب الانصاری بود و از جمله بزرگان صحابه بود، شخصی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره تشریف آوردن هجرت کردن، در خانه ایشون پایان شدن و وقتی که از قبا حرکت به طرف مدینه کردن، هر یکی از قبایل و اشخاص آرزوی ازیره داشتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه ایشون پایان شوه، لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که شطور من را بگذارن، که امر شده از طرف خدا هر جایی که شطور ما نشست من اونجا پایان میشم. همین بود که شطور مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد خانه ابو ایوب انصاری نشست و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از شطور پایان شدن و در خانه ابو ایوب انصاری زندگی کردند تا که مسجدشان و حجرات مبارکشان آباد شد. این صحابی جلیل قدر همچنان دیگر صحابه در غزوه بدر و در دیگر غزواتی که بعد شده با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شریک بودند و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دین را در کف گرفته بر تمام دنیا سفر کردند، مجاهد و داعی بودند و تا که در سال 50 هجری در زمان حضرت معاویه رضی الله عنه امیر المؤمنین معاویه بن سفیان رضی الله عنه در نزدیکی شهر استانبول در بلاد روم در آنجا وفات کردند که قبرشان الان هم در قریبی استانبول یا شهر قسطنطنیه که قبلا مشهور بود در آنجا قبرشان هست و ایشان در آنجا وفات کردند و در آنجا دفن شدند. و در این حدیث را از ابو ایوب انصاری صحابه سته و همچنین امام مالک روایت میکنند که پیغمبر که ایشان فرمودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی شما برای قضای حاجت میایین، نه روی خود را طرف قبله کنین و نه پشت خود را طرف قبله کنین. و حضرت ایوب انصاری میگه که در آخر حدیث فقدیم من الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبه، ما وقتی که به بلاد شام آمدیم دیدیم که بیت الخلاء آنها به طرف قبله کعبه شریف جور شده بود. فننحرف و نستغفر الله، ما خود را کج میکردیم و باز هم از الله آمرزش و طلبی آمرزش میطلبستیم. دوستان عزیز، این بود بعضی از احکامی که در مورد آنها احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت شده بود خدمت شما با احکامی که از آنها استنباط میشد تقدیم کردم و در اینجا این قسمتی از برنامه ما به پایان میرسه و با تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.